سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز، علی صافی هستم از کانال ونکوور فاینانشال نتورک با یک فایل تحلیل دیگه در خدمت شما هستم. سهام های انرژی رو میخواستم توی این فایل بررسی بکنیم با هم، بریم روی چارت ها ببینیم که چه خبر شده توی این سهام های انرژی. خب هفته که گذشت هفته نسبتا جالبی بود برای کمپانی های نفتی. بریم از اولی شروع بکنیم. شفران، همونجور که مشاهده میکنین هفته گذشته بودش که ما تحلیلش گذاشتیم، گفتیم که شفران خیلی الان روی مود صعودی هست با توجه به اینکه پترن خیلی خوبی تشکیل داده، ستاپ خیلی خوبی تشکیل داده، ولی واگرایی مخفی کاملا مشخصه. مووینگ اوریج 200 اینجا الان به نوعی داره مزاحمت ایجاد میکنه، ولی هنوز سهم داره خوب پیش میره. روی سطح 78% به نظر میرسه که دیگه ارزم به خدمتون آخرین تیرهایی باشه که شفران میتونه بزنه. این هفته دوستان توجه بکنن، تمام تقریبا سهام‌های انرژی نفتی ها ارنینگ هاشون میاد برای Q1، پس خیلی حواستون باشه چون اینا وضعیت خوبی نداشتن، قیمت نفت به شدت پایین بوده، اینا سوداوری هاشون به شدت کم شده. درسته که بعضی از اینها پالایشگاهی هستن مثل شفران، مثل اکسان، ولی خب اینا بزرگترین درآمدشون، منبع درآمدشون، حالا یک قسمتشون منابع پالایشگاهی هست ولی یک میزان زیادیشون ارزم به خدمتون نفتی هستش. حالا بستگی داره پروژه آفشور باشه آنشور باشه، ولی اون چیزی که مشخصه اینه که کمپانی نفتی آسیب دیدن از این وضعیت بازار نفت و این رکودی که الان ایجاد شده. خب این شفران رو میبینیم که ما انتظار داریم این هفته نهایتا به 99 دلار برسه، الان 95 دلاره، فکر کنم 4 دلار دیگه نهایتا میشه بالای این تاپی که اینجا هستش، تاپینگ فورمیشن داره شکل میگیره. نوع کندل ها طوری هستش که نوع ترند الان شکسته شده، ترند صعودی، ولی خب هنوز داره پیش میره. بریم سهم بعدی، اکسان. اکسان نمودار 4 ساعتشه، برام جالب بود که براتون شیر بکنم. ببینید کاملا مشخصه که شکسته ترند صعودی و الان سهم کاملا ارزم به خدمتون از حالت اومده، یک دفعه بریک اوت کرده این ترند صعودی رو، دوباره داره برمیگرده بالا، ولی باز هم میشه گفتش که اگر بریم توی تایم روزانه اکسان رو میتونیم بهتر ببینیم. ببینید کاملا مشخص این واگرایی و بین این دو تا قله واگرایی رخ داده، یک اصلاح کوچیک کرده تو استوکاستیک اما توی RSI تایید نشده واگرایی، پس باید ببینیم که حالا به چه شرایطی پیش میره. اکسان هنوز جا داره با اون سقف تاریخی خودش، خیلی هم فاصله داره، این ترندی هستش که ما میبینیم که اومده نزولی هستش، ولی من فکر میکنم اکسان نهایتا بیاد روی 53-54 دیگه، این تمام بونار زوری هستش که اکسان بزن. اینجا هم پر گپ هستش، یعنی این گپ ها هر کدوم مقاومت های زیادی محسوب میشن. باید ببینیم اکسان 12 می، یعنی میشه حدودا فکر میکنم 3 روز دیگه ارنینگش میاد. سهم بعدی آپاچی هست. آپاچی کاملا مشخصه که این گپ به عنوان یک مقاومت عمل کرده، نتونسته عمل بکنه و بالا بره و روند نزولیش کاملا مشخصه. کانسولیدیشن بزنین کانسولیدیت بکنه، ولی بعید میدونم این که بخواد مثلا یک نفوذ خیلی پرقدرتی رو داشته باشه. هنوز برای آپاچی من فکر میکنم که این قیمت ارزم به خدمتون 8 تا 6 دلار در دسترسه. توی این هفته میگم تمام اینا ارنینگاشون میاد. بی پی جزء سهم‌های جالبی هستش که واقعا عرضم به خدمتون الان یک درگیر این مووینگ اوریج ها، وقتی که اینجوری دارن کانسولیدیت میکنن روی این ترند لاین، اگر نتونن حمایت اینها رو داشته باشن واقعا میتونه براش مسئله ساز بشه. ببینید مثلا من اگر بخواید ترندش رو بخواید براتون بذارم، چون به نظر من بی پی جزء سهم‌های هستش که نمودار خیلی عجیبی داره. ببینید این گپ فیل اینجا، اینجا دقیقا جایی هستش که ما توی بی پی میبینیم
این منطقه منطقه هستش که حالا اگر مثلا من ترندشو بذارید بهتر براتون، ببینید اینجا این گفیل یه دفعه اومده پیرس کرده ولی برگشته و گفیل بعدی اینجاست. یعنی دقیقا منطقه 27 تا 29 برای بی پی میتونه یک منطقه خیلی سرنوشت‌سازی باشه. مووینگ اوریج رو داریم اینجا که الان کاملا دارم فشار میارم مووینگ اوریج 50 و 20 و این ترند لاین هم که شکسته شده و الان داره به قول معروف باید ببینیم که حالا گود بای کیس میکنه یا نه. اگر این اتفاق بیفته ما بی پی رو باید برگردیم روی این سطح، یعنی برمیگرده دقیقا روی این 20 دلار حتی ما میتونیم ببینیمش تا این گپ فیلینگ اینجا پر بشه. سهم های دیگه من خاطرم هستش که یک سهم دیگه هم بود توی رادارم، ولی فعلا این 4 تا سهم رو من ترک میکنم برای سهم های نفتی. سهم های دیگه ای هم هستن، هالیبرن هستش، اینا همه تقریبا نمودارهاشون یک شکل هستش، مثل اکسان، مثل شفران، همه اینا هفته آینده ارنینگاشون میاد، هفته خیلی جالبی باید بشه برای سهم های نفتی. خب امیدوارم که خوب و خوش باشین، فعلا خداحافظ.